سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 26 از کتاب دستور سنتور استاد فرامرز پایور رو با هم دیگه کار بکنیم. قطعه سمزراب ابو عطا، قطعه ای که خیلی خیلی میتونه کمک کننده باشه به بالا بردن سطح کیفیت نوازندگی شما، به خاطر اینکه سه تا راست و یه دونه چپ داره. خب اصلا ماهیت سه مزراب ها اینه، میدونید سه مزراب ها تقریبا از نظر فرم شبیه چهار مزراب ها هستن، یعنی یه پایه دارن، ولی معمولا سه مزراب ها دو ضربی هستن، دو چهار هستن و توشون سه تا مزراب راست متوالی هست، به خاطر همین بهشون میگن سه مزراب، ولی از نظر ماهیت شبیه چهار مزراب ها هستن. خیلی مهمه که با سرعتی که خود کتاب مشخص کرده، یعنی 44 اجراش کنید. شاید یه مقدار سخت باشه براتون با سرعت کم اجرا کردنش، ولی لطفاً حتما با صبر و حوصله حتما با سرعت کم اجراش بکنید، ولی بعد تمرین بکنید که سرعت رو ببرید بالا. خیلی هم میشه تندش کرد و سریع اجرا کرد تا جایی که مزرابا دقیق بخوره و بتونید با کیفیت و با حالت صحیح اجرا بکنید. قبل از هر چیز لطفاً حتما این ویدیو رو لایک بکنید، کانال من رو سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، ویدیو رو شیر بکنید، کمک بکنید به هرچه بیشتر دیده شدن این ویدیو و کانال، که هم به من انگیزه بیشتری بدید برای ادامه فعالیت و هم به دیگران کمک بکنید که این ویدیوها رو ببینن و استفاده بکنن، که هدف این کانال در واقع همین هست که کمک بکنه به کسایی که شاید از هر لحاظی امکان استفاده از کلاس ها رو ندارن و بتونن از این ویدیوها استفاده بکنن و کمک کنن به خودشون برای رشدشون و یادگیریشون. یادتون باشه که این ویدیوها صرفا برای کانال یوتیوب هست و اگر اون رو از هر پلتفرم دیگه ای میبینید کاملا غیر قانونی و غیر اخلاقیه. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که یه ویدیو خوب داشته باشیم. خب این سمزراب ابو عطا از نظر تکنیکی و از نظر ریتمی پیچیدگی خاصی نداره، یعنی اگر نگاه کنید از اول تا آخر همه نوت‌ها چنگن و همه نوت‌ها با یه فاصله یکسان کاملا یک نواخت پشت سر هم دیگه میخورن، یک و دو و یک و دو و یک و دو و همینجور پشت سر هم دیگه دارن اجرا میشن، پس خیلی از نظر ریتمی چیز پیچیده‌ای نیست. اهمیت قطعه های این شکلی به اینه که بتونید یک نواخت بدون اینکه حتی یک مزراب اشتباه بخوره، حتی یک لحظه قطع بشه، بتونید قطعه رو از اول تا آخر بزنید، و این در واقع هدف از اجرای این قطعه اینه که ما به این حد از نوازندگی برسیم که بتونیم حالا یه قطعه که الان یک صفحه است، ممکنه بعدها بشه دو صفحه، سه صفحه، چهار صفحه، در طول قطعه تمرکزمون رو حفظ کنیم، ذهنمون جلوتر از قطعه حرکت بکنه و اون ارتباط و هماهنگی بین ذهن و دست وجود داشته باشه که تمام مزراب‌ها کنترل شده اجرا بشه و تمام نوت‌ها با کیفیتی که باید پشت همدیگه بیان و اجرا بشن. میریم از اول شروع میکنیم و اگر نکته‌ای داشته باشه در طول قطعه بررسی میکنیم. خب نوت‌ها رو میخونم. لا سی دو سل دو 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 سل دو 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 سل دو سی لا سل. اگر بخوام حالا جمله بندیش کنم مشخصه دیگه، جایی که به پایه میرسیم یه جمله کامل میشه، یعنی مثلا از اول تا آخر خط دوم میشه جمله اولمون، پس بهتره که من دیگه تا آخر این رو بخونم و بعد اجرا کنیم این قسمت رو. ادامهش از میزان آخر خط اول سی 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 سل سی لا سل فا سل 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 فا سل لا سی سل لا 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 سل لا سی دو سل اجراش میکنیم. لا سی دو سل دو 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 سل دو 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 سل دو سی لا سل سی 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 سل سی لا سل 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 فا سل لا سی سل لا 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 سل لا سی دو سل. جمله اول ما میشه که البته سرعتش این نیست، سرعتش خیلی کمتر از اینه، مثلا باید اینطوری اجراش کنیم.
بسیار خوب، میریم سراغ جمله بعد. دو میزان اول که پایه هست دو 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 سل، دو 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 سل، ادامهش ر دو سی سل، لا سی دو سل، دو سی لا سل، سل لا سی سل، سی لا سل، فا فا سل، لا فا سل، لا سی سل، لا سی دو سل. میزنیم این قسمت رو از شروع خط سوم. دو 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 سل، دو 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 سل، ر دو سی سل، لا سی دو سل، دو سی لا سل، سل لا سی سل، سی لا سل، فا فا سل لا فا، سل لا سی سل، لا سی دو سل. اگه دقت کرده باشید توی بیشتر موارد دست چپ من داره پیانو میزنه، داره آروم میزنه و دست راسته که داره نوت‌های ملودی رو میسازه. اینو دقت کنید، شما هم تو نوازندگیتون رعایتش بکنید. شمارشش هم که واضحه دیگه، یعنی به صورت یک و دو و میشماریم، نیازی به او نداریم چون نوت دولاچنگ اصلا تو قطعه نداریم. این قسمت با شمارش اینطوری میشه: یک و دو و، یک و دو و، یک و دو و، بعد یه تکرار داریم. حالا میریم سراغ خط پنجم. سی دو ره سل، ره سی دو سل، دو لا سی سل، سی سل لا سل. این قسمت رو اجرا میکنیم. سی دو ره سل، ره سی دو سل، دو لا سی سل، سی سل لا سل. میشماریمش: یک و دو و، یک و دو و، یک و دو و، یک و دو و. قسمتی تکرار داره. ادامهش: لا فا سل سل، لا سی دو سل. بعد ادامهش تو خط بعد: ری سی دو سل، لا سی دو سل. و بعد حالا میاد رو پایه: دو 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 سل، دو 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 سل. یه بار دیگه از شروع خط پنجم براتون میزنم تا جایی که میرسیم به اون تکرار دو میزان که پایه ما هست. تکرار. جمله بعد ما از میزان آخر خط ششم شروع میشه. ره میره فا میره دو سل، دو 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 سل، دو 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 سل. حالا ملودی اونات میاد پایین تر: سی دو ره میره دو سی سل، سی 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 سل، سی 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 سل. باز دوباره اونات پایین تر: لا سی دو ره دو سی لا سل، لا 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 سل، لا 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 سل. این قسمت رو اجرا میکنم. ری می ری فا می ری دو سل، دو 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 سل، دو 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 سل، سی دو ری می ری دو سی سل، سی 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 سل، سی 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 سل، لا سی دو ری دو سی لا سل، لا 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 سل. و قسمت بعد که میخواد جمله رو کامل کنه و تموم کنه: فا فا فا، لا سل سل سل، سی لا لا لا، دو سی 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 ره. و دوباره پایه: دو 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 سل، دو 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 سل. اجراش میکنیم: فا فا فا، لا سل سل سل، سی لا لا لا، دو سی 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 ره، دو 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 سل، دو 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 سل. این جمله رو کامل براتون میزنم از میزان آخر خط ششم: ری می ره فا می ره دو سل. Thank you.
بسیار جمله آخر ما سه خط آخر هست، همون جمله قبلی هست ولی خب دیگه اون وسطاش هست شده، ره میره فا میره دو سل، سی دو ره میره دو سی سل، لا سی دو ره دو سی لا فا، و بعد سل 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 فا لا 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 سل سی 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 سل دو 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 سل، ره 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 می دو 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 ره سی 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 دو، لا 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 سی دو 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 ره سی 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 دو، لا 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 سی سل 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 سی لا. سه خط آخر رو اجرا میکنیم، ره می ره فا می ره دو سل، سی دو ره می ره دو سی سل، لا سی دو ره دو سی لا فا، سل 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 فا لا 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 سل سی 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 سل دو 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 سل. خب حالا یه دور براتون از اول تا آخر با مترونوم اجراش میکنم. گفتم بهتون سرعتی که مشخص کرده خود کتاب خیلی سرعت پایینیه، ولی خب شما باید بتونید با این سرعت قطعه رو بزنید، با حوصله با صبر مترونوم بذارید رو سرعت 44 و دو ضربی به این شکل شروع میکنیم، با مترونوم میشماریم، اول شماره های اصلی 1 2 1 2، حالا و اضافه میکنیم 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و
دقیقاً چک میکنیم که اون ضرب‌های یک و دو ما با ضرب مترونوم دقیق و هماهنگ باشه. جمله بندی ها رو حواستون باشه دیگه که چطوریه. هر موقع به پایه میرسیم یه جمله کامل میشه، اینو باید تو ذهنتون داشته باشید. همیشه چهار مضراب ها یا سه مضراب ها سعی کنین اون عبارت ها رو تو ذهنتون جدا کنین. مثلا اینجا دو خط اول میتونه یه عبارت باشه، خط سوم و چهارم عبارت بعدی ماه، خط سوم و چهارم و پنجم. دوباره میبینید دیگه جاهایی که پایه میاد عوض میشه و فکر میکنم چهار تا جمله کلا این قطعه داره که کاملا اصلا دیگه قابل تفکیکه. بعد که خوب یادش گرفته، حالا سعی کنید آروم آروم سرعت رو بیارید بالاتر رو سعی کنید تا جایی که میتونید، تا جایی که کیفیت اجراتون خراب نمیشه، ولی میتونید این قطعه رو خیلی خیلی تند اجراش بکنید. مثلا اینطوری بزنیمش. امیدوارم که از شنیدن این قطعه لذت برده باشید، تمرینش کنید، قطعا خودتون هم میتونید آروم آروم سرعت رو بیارید بالا و کیفیت نوازندگیتون رو بیارید بالا تا بتونید قطعه رو به این شکل اجرا بکنید. یادتون باشه حتما کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، لطفا همین الان لایک بکنید، یه کامنت بذارید، این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید، کمک بکنید که این ویدیو بیشتر دیده بشه و من هم انرژی و انگیزه بیشتری داشته باشم برای اینکه این مسیر رو با هم دیگه ادامه بدیم. یادتون باشه که این ویدیو ها صرفا برای کانال یوتیوب منه و اگر این رو از هر پلتفرم دیگه ای میبینید کاملا غیر قانونی و غیر اخلاقیه. خوب و خوش باشید.